فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده پرسیدن که حکم فاتحه خواندن بر سر قبرستان چیه؟ یعنی چندین بیننده پرسیدن اتفاقا این سوال. حکم خواندن فاتحه یا خواندن اونگونه که برخی از مناطق مرسوم هست، خواندن سه مرتبه قل هو الله و بخشیدن برای روح مردگان، یک مسئله اختلافی هست در میان فقهای اهل سنت و الجماعت. بحث ما رو این هست که این خود ایصال ثواب کردن، این ایصال ثواب به مردگان، قرائت فاتحه یا قرائت هر سوره دیگر، این در واقع جزء یک عبادت هست. ما با خوندن سوره فاتحه یا سوره دیگر امید ثواب داریم و چون که امید ثواب داریم میخوام این ثواب به یک فرد دیگری ببخشیم. پس بنابراین این عبادت باید یک نصی باشه از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما میتونیم این عبادت رو برای شخص دیگری انجام بدیم. این یک مطلب. مطلب دوم این که در تاریخ اسلام، در قرآن کریم، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، در عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین صحابه و ائمه بزرگوار ما، هیچ کدام ما سراغ نداریم، دلیلی وجود ندارد که به ما امر کرده باشند که ما برای مردگان خودمون فاتحه یا قل هو الله را بخونیم. مطلقاً چون این چیزی وجود نداره، نه خدا گفته بخونید، نه رسول الله خونده، نه صحابه خوندن، نه ائمه اهل بیت خوندن و نه ائمه اربعه اهل سنت و جماعت، کسی چون این چیزی رو عملی رو انجام نداده و تشویق نکردن ما رو که در این زمینه ما عمل بکنیم. ما میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم عزیزان خودشون رو از دست دادن. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها محبوب ترین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، تا جایی که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید که من با هیچ زنی از زن رسول الله این اندازه حساسیت نداشتند که با خدیجه حساسیت داشتم. یعنی اون غیرت زنانه که در مورد تعدد هست، میگه من برای با هیچ یکی از این زنان زنده رسول الله من این حساسیت رو نداشتند که با خدیجه که مرده بود از دنیا رفته بود، میگه من حساسیت داشتم. علتش چی است؟ علتش این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی دوست داشتن ایشون رو و هر وقتی که یک کاری رو میکردند، یکی از دوستان خدیجه میومد در منزل ما، ذکر خیر خدیجه بود، یا وقتی که رسول الله حیوانی رو ذبح میکردند و گوسفندی رو سر میبریدند، یک قسمتی از این گوشت ها رو جدا میکردند، اینو میفرستادن برای دوستان خدیجه. خب این روش ایصال ثواب هست که رسول الله برای محبوب ترین همسر خودش انجام داده. برای حمزه فاتحه نخونده رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای حضرت خدیجه فاتحه نخونده، برای دخترانش، برای فرزندانش که همهشون در حیات خود ایشون از دنیا رفتن، به استثناء حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، ثابت نشده که ایشون برای هیچ یکی از فرزندانشون فاتحه خونده باشن. پس زمانی که رسول الله نخونده، نه خودشون خوندن، نه صحابه ایشون خوندن و نه به ما امر کردن، هیچ اون ثابت نیست. ما به عنوان پیره رسول الله صلی الله علیه و سلم بر چه مبنا این کار رو انجام میدیم؟ الگوی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، الگوی ما قطعا رسول الله هست، بعد از رسول الله صحابه هستند، ائمه هستند و چون این چیزی در تاریخ صدر اسلام اصلا به صورت کلی وجود نداره. اون چیزی که متفق علیه هست و ما باید مکلف هستیم که انجامش بدیم، مکلف هستیم که انجامش بدیم. رسول الله به ما تعلیم داده، رسول الله همیشه میرفتن برای زیارت قبور، اما هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم فاتحه را نخوندن. اما اون چیزی که در روایت اومده، روایت صحیح مسلم هست که بریده اینو روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که برای زیارت قبور میرفتن، و اصل این زیارت قبور برای خود انسان است که خود انسان در واقع یک نوع پندی رو بپذیرد و عبرت بگیرد از مردگان، رسول الله صلی الله علیه و سلم دعایشون که وقتی میرفتن سر قبرستان برای مردگان دعا میکردن، این دعا بود که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا انشاء الله بكم لاحقون، که السلام علیکم، این خود السلام یک نوع درودی هست، درود خدا، رحمت خدا بر شما اهل دیار از مؤمنین و مسلمین، ای مسلمانان، ای مؤمنانی که شما در اینجا قبر هستید، سلام و رحمت خداوند متعال بر شما باد و انا انشاء الله بكم لاحقون، ما برای به شما متصل خواهیم شد، ما به شما خواهیم رسید، نسأل الله لنا ولكم العافیه،
نسأل الله لنا ولكم العافية. ما از خداوند متعال برای خودمان و برای شما عافیت می طلبیم. این دعایی هست که رسول الله به ما آموزش داده و خودشون عملا انجام دادن. وقتی سر قبرستان رفتیم این دعا رو بخونیم. یا دعای دیگری که از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل شده و در سنن ترمذی هست که علامه البانی رحمت الله علیه اینو تصحیح کرده، رسول الله صلی الله علیه و وقتی که می رفتند به قبرها می گفتند که رو به روی قبر بیستید و این گونه شما دعا بکنید و این لفظ رو شما تکرار بکنید که این از دعاش که السلام علیکم یا اهل القبور، السلام علیکم یا اهل القبور، سلام بر شما ای اهل قبرستان، یغفر الله لنا ولکم، خداوند متعال ما و شما را ببخشد. خود دعا برای میت است. یغفر الله لنا ولکم، خداوند متعال ما و شما را ببخشد، انتم سلفنا و نحن بالاثر، انتم سلفنا، شما پیش از ما رفتید، شما سلف ما هستید و ما هم دنبال روی شما هستیم. اینها دعاهایی هست که از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده که ما بخونیم، اما متاسفانه ما مسلمانان این دعاها رو فراموش کردیم. بسیاری از ما این دعاها رو حفظ نیستیم، نمیخونیم اینها را و گرفتیم این نقطه را که چرا برای مرده فاتحه نمیخونید. فاتحه‌ای که نه خدا گفته، نه رسول الله گفته، نه رسول الله انجام داده، نه صحابه انجام دادن، نه ائمه ما انجام دادن، ما به چه دلیلی باید این فاتحه رو بخونیم؟ پس بنابراین خواندن فاتحه برای میت یا سر قبرستان هیچ دلیل شرعی و در واقع قرآنی و حدیثی رو ندارد. اون چیزی که در این زمینه ثابت از رسول الله صلی الله علیه و آله دعا هست، این دوتا دعا و دعاهای دیگری که در این زمینه وجود دارن، ما اگر واقعا پایبند سنت هستیم، میخوایم ایصال ثواب بکنیم، به مردگانمون ثواب برسند، این موارد رو انجام بدیم. غیر از این موارد، موارد دیگری که عنوان ایصال ثواب هست، شما دعا بکنید اون گونه که اومده در این روایت اومده، برای مردگان حتما میرسه ایصال ثواب به صورت حج رفتن برای مرده و صدقه دادن برای میت. اگر کسی روزه رو مدیون بوده اون روزش رو بگیرن جایز هست، اگر کسی مقروض بوده قرضش رو پرداخت بکنن. اینها روش ایصال ثواب برای مردگان است. من تعجب میکنم که چرا ما اومدیم این روش های مشروع را که ثابت هست، تأکید شده از جانب رسول الله، اینها رو رها کردیم از یک روشی که به اصطلاح ساخته و پرداخته خود بشر هست و هیچ دلیل قرآنی و حدیثی نداره، بیشتر رو اون تاکید.